بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی ولی کمی شفافتر به شما سلام کنم از استودیوی بازگشت میدیا. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. من جلیل مرتضوی هستم. دوستان چند روزی در خدمتتون نبودم. ما وقتی گفتیم تو تهران به ما خیلی خوش میگذره میسین که چش خوردیم، تمام خانواده مریض شدن و سعی بکنیم که هرچی زودتر حالمون بهتر بشه. خدا رو شکر که همه رو به بهبودیه. خیلی از شما عزیزان تماس گرفتید که چه خبره، چطور برنامه نداشتی و فلان. خلاص داستان این شکلیه، برای همینه. چون امیدوارم که این صدای منو تحمل بکنید، چون دیگه چاره ای نبود تا اونجایی که ممکنه. دوستان در این مدتی که من برنامه نداشتم چند روز، کمک های شما برای این درمانگاه در آبادان همچنان سرازیره و من ممنون و سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. دوستی در امریکا، خانم اسمت، 300 میلیون کمک کرد به این درمانگاه. آقای مهندس خراسانی، رفیق همیشگی ما، علاوه بر اینکه 500 میلیون قبلا کمک کرده بود، 150 میلیون تومان دیگه کمک کردند و دوستیشون آقای همایون فرهمند 65 میلیون کمک کردند که این دوستم قبلا هم به ما کمک کرده. با کمک های دیگه شما از 10 میلیون 15 میلیون تعداد ماشاءالله زیاده، ولی رقم های بالا که اومده میخوام که بدونید این درمانگاه چون یک کمی بزرگتر از اون ابعادی که قبلا فکر میکردیم داره میشه، بنابراین به پول بیشتری احتیاج هستش و من مطمئنم که در همین تابستون این مسئله با کمک و همکاری و همیاری شما درست میشه و من همچنان منتظر کمک های شما هستم. اما دوستان یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، برای من در امریکا پول نفرستید، پول حساب من نریزید، به خاطر اینکه من هیچ دسترسی به حساب ندارم، چون در ایران نمیشه هیچ دسترسی به حساب امریکا داشته باشیم. همچنین از آقای کپتن افشین که مشغول تعلیم خلبان هستش، آقای افشین پول دو بار فرستادی همون مونده تو حساب من، بنابراین اگر اونجا نفرستی ممنون میشم. دوستانی که میخوان پول بفرستن و پول در ایران ندارن با من تماس بگیرن، من راهشو میگم که به کدوم دوست بدید تا ایشون پولی که در ایران داره به دست ما برسونه و این تنها راهش هست. به هر حال ممنونم از همکاری شما و ممنونم از این که این همه محبت دارید، این همه لطف دارید و واقعا هم سپاسگزار این همه محبت های شما هستیم. و اما دوستان، خبرها در ارتباط با ایران فوق‌العاده است. یعنی از این که میگم فوق‌العاده است که دیگه بهتر از این در شرایط کنونی نمیشه. اینا من خودم نمیگم و از قول روزنامه های امریکا و اروپا دارم خدمتتون میگم. ببینید، در مسئله اتمی و مذاکرات اتمی امروز در خبرها بود و اینو اسوسییتد پرس مخابره کرده، رویتر تیتر زده، از قول آقای اسلامی رئیس آژانس اتمی ایران، و ایشون گفته که حرف دکتر کمال خرازی که چند وقت پیش گفته بود ما دانش درست کردن بمب اتم داریم درسته، ما این دانش رو داریم، هر آن دلمون بخواد میتونیم، ولی هیچ برنامه‌ای برای درست کردن بمب اتم نداریم. بنابراین خیال اونایی که فکر میکردن ایران میخواد اتمی بشه، ایشون میگه نه، ما دانش رو داریم ولی نمیخواد. حالا این یه موضوع. این موضوع علاوه بر مسائل دیگه، پریروز روزنامه جروسلم پست یه مقاله نوشته بود به قلم سردبیر ست جی فرانسمن. ایشون گفته بود که ایران در شرایط فعلی میشه مرکز فروش گاز در منطقه. میدونی که اروپا الان مشکل اساسیش نبود گاز دیگه و ایران هم این
الینجی رو خودش بومی کرده، گازا رو میتونه به صورت مایع درست کنه. این دانشی که ایران به دست آورده. در این مقاله ساتچی فرانسمن میگه که تمام کشورهای دوربر ایران، دوستان خیلی دقت کنید به این موضوع، تمام کشورهای دوربر ایران میتونن به راحتی گازهای اضافه خود را بدن به ایران و ایران میشه مرکز فروش و پخش گاز در جهان و اروپا هم خیلی به این احتیاج داره و حتی کشورهایی مثل قطر، بعد عراق، کشورهایی مثل کویت، امارات، اینا میتونن گازشون رو بدن و ایران دو راه داره برای فروش این گاز. یکی از طریق دریا میتونه بفرسته، یکی هم از طریق لوله از طریق ترکیه به طرف اروپا. بنابراین این هم یه نگرانی بزرگی برای اسرائیلی‌ها هستش و نمیدونن با این خبر چیکار کنن، چون کاری نمیتونن بکنن در شرایطی که اروپا الان در وضعیت بحرانی قرار داره، چون روسیه گازشو به طرف اروپا قسمت مهمشو قطع کرده. الان در آلمان کاملا مشخصه چون خیلی جاها در تاریکیه، ولی ایران شرایط خاصی داره و میتونه این کارو بکنه. هم توانایی فروششو داره، توانایی دلیوریشو داره و این به نظر من برای هر ایرانی باید یک خبری بسیار خوب و موفقیت آمیز باشه. یادتون باشه اسرائیلی هر چند بار یه هارتپورتی میکردن که اگر ایران بخواد اتمی بشه ما مجبور میشیم خودمون دست به کار بشیم فلان. حالا میگن نه، دست به کار شدن شدم چجوری به دست به دامان امریکا شدن که آقا ما باید چیکار کنیم، چون در اسرائیل یه سه دستگی در این مورد وجود داره که به نظر من همش کشکه. سه دستگی وجود نداره که یا بخواد به ایران حمله کنه یا نکنه، دیگه راه دیگه ای نیست. و ایران هم که از این بادا نیست که از این بادا بترسه. یه چیزی خیلی جالبی که دوستان اتفاق افتاده، یادتون باشه وقتی آقای بایدن از اسرائیل دیدن کرد، از اونجا یه پرواز مستقیم به ریاض داشت و میگفتن برای اولین بار از تل آویو به ریاض پرواز میشه، عربستان اجازه داده که اسرائیلی ها از فضای عربستان استفاده کنن فلان. جالبه که همین چهار روز پیش، اینم باز بنا به نوشته ای اسوسییتد پرس و خود جروسلم پست هم باز تیت زده بود در این مورد، از قول آقای محمد معاون سفیر عربستان در سازمان ملل، ایشون اومده در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد رسما که آقا اجازه پرواز به آقای بایدن دلیل نیستش که ما اسرائیل رو به رسمیت شناختیم و یا وارد هیچ معامله و معاهده با اینا شدیم. این فقط صرفا یک وظیفه به حساب فضایی و هوایی عربستان برای جامعه بین‌المللی بوده که آقای بایدن از اون استفاده کرده و الا هیچ ارتباطی با این روابطی که میگن حالا اسرائیل این شکلی با عربستان وارد چیز شده نیستش. این دیگه از قول مقام رسمی در سازمان ملل. و این هم به همین خاطر بود که وقتی وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عربستان صحبت کرد، درست بعد از این صحبت‌ها این خبر در سازمان ملل اعلام شد. پس بنابراین ایران حواسش جمعه، میدونه کجا از کدوم اهرم استفاده بکنه و الان هم مشغول مذاکره با کشورهای منطقه هستش. و این جریان اتمی هم که آقای بورل رئیس هیئت مذاکره اروپا به حساب با این پیشنهاد جدید درست کرده، ایران هم داره مطالعه میکنه. این هم یکی از اون چیزاست که به نظر من ایران داره کار خودش میکنه. اگر شد مسئله اتمیش هم حل میکنه با امریکا، اگر نشدم که هیچ، ولی جز اولویت برنامه های ایران نیستش. الان به تو میگم چرا این وضعیت پیش اومده. خب دوستان، یه مقاله جلوی من هست، این خیلی مهمه و خیلی بهش دقت بکنید. در روز 23 جولای 2022 میلادی
روزنامه وال استریت جورنال یک مقاله چاپ کرده به قلم دو کارشناس، یکی به نام ری تکی که به حساب کارشناس ارشد کانسل آف فارن ریلیشن، شورای روابط خارجی امریکا، بعد نویسنده دوم شخصی است به نام رول دریک. ایشون هم در حال حاضر کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی. ولی سابقه کار این دریک رول، همین آقای دریک، خیلی جالبه. ایشون قبلا مأمور عالی رتبه CIA بود در امور ایران. خب یارو حالا از CIA بیرون شده، بازنشست شده، چی شده نمیدونم، که از اونجا اومده بیرون حالا وارد این سازمان شده به حساب فاندیشن فور دیفنس آف دموکراسی. گفتم که 3-4 تا تینک تنک هست تو واشنگتن. این آقا حداقل در 3 تاش که من دیدم. بعد حالا این با این ریتکی ریخته رو هم سر این مقاله. حالا ریتکی هم میدونین حرفای بکران جالبی داره. ایشون، من چون نرفتم سابقهش رو چک کنم خودم با مدرک بهتون بگم، ولی تا اونجا که به من گفتن ایشون ایرانی زاده است، گویا در ارومیه به دنیا اومده و از اون ایران ستیزایی به نام شده دیگه، چون از اون طریق داره نون میخوره، چون در شورای روابط خارجی به عنوان کارشناس حقوق بالایی داره و هر مقاله هم که میده حتما باید صهیونیست‌ها رو خوشحال کنه. شکی در نکن، من مقاله هاشو در گذشتم بهتون گفتم. حالا این دوتا با هم برای اینکه ارزش بدن اومدن مقاله نوشتن در وال استریت جورنال 23 جولای 2022. حالا ببین مقاله چی میگه. که ما، منظورش دولت امریکا، در این مدت دست به هر کاری زدیم ایران را تحت فشار قرار بدیم، تحریم قرار بدیم، تهدید و همه چی. آیت الله خامنه ای زیر بار هیچ کدوم اینا نرفته و ایشون ابدا اصلا اهمیتی نمیده که ما چی بگیم، داره کار خودشون میکنه و معتقده که ایران میتونه از طریق اقتصاد مقاومتی تمام تحریما را خونسا بکنه. میگه ما داریم اینجا فشار، این همه جلسه، این همه بحث، این همه تهدید فلان، آیت الله همچنان داره کارها را بسته‌بندی میکنه در داخل ایران و الان موقعیت آیت الله خامنه ای بیش از هر زمان دیگر کشور را یک پارچه به دستش گرفته و ما نمیتونیم کاری بکنیم. آخرین کسی که آیت الله گوششو گرفت و انداخت زنده، این حرفا ایناس دارم بهتون میزنم، حالا ممکنه خود آیت الله خامنه ایش نقش نداشته، در دستگیری تاجزاده، مصطفی تاجزاده. میگه مصطفی تاجزاده، ببین حالا دردشون مصطفی تاجزاده است که آخه اینو اینجوری مطرح میگم، میگم مصطفی تاجزاده که خودش یکی از انقلابیون بود، حالا از انقلاب برگشته داره تظاهرات میکنه و گوشو گرفتن انداختن زندان و فکر میکنم دیگه به این زودی نیاد بیرون. و از طرف دیگه اصلاح طلبام نقش آنچنانی ندارن. حتی ببین چی میگه ری تکی و رول دایرکتور وال استریت جورنال، میگه که حتی اصلاح طلبا دیگر هیچ نقش اساسی در سیاست خارجی و داخل ایران ندارن. حتی معمولا آیت الله بعد از این که ریاست جمهوری، شخص که رئیس جمهوره، پستش تمام شده، ایشون رو میذاره به عنوان مشاور در شورای مصلحت نظام. گفت حتی حسن روحانی را به این مقام هم نگمارد، چون آیت الله تصمیم گرفته که تصمیم‌ها را خودش اری انجام میده. حالا نتیجه کار و پایان، ببین کانکلوژن، یعنی ببین حالا این چی پیشنهاد میده. یادتون نره این مقاله تو وال استریت جورنال نوشته میشه که پرتیراژ در این روزنامه امریکاست. اینجا میگه که در واشنگتن هنوز یه عده‌ای معتقدن که باید از طریق دیپلماسی بریم جلو، ولی اگر دیپلماسی، این نتیجه مقاله است، اینا ریتکی و این رول درک دارن میگن، میگه که باید دیپلماسی با یک تهدید جدی بر علیه ایران باشه، ولی نتیجه نمیده. آیت الله به اینجور چیزها اصلا اهمیتی قائل نیست.
این نتیجهشه، داره خط میده که شما باید تهدید کنید. از این ابله ها نمیشه سوال کرد آقا این تهدیدا شده مگر دونالد ترامپ این همه پول کلانی از عربستان گرفت، این همه تهدید و تحریم و اینا، مگه اینا نبود؟ نتیجه چی شد؟ یادتونه داد میزد، فریاد میزد همین دونالد ترامپ که به زودی من ایرانو به زانو در میارم، خودشون بدو بدو میان با من مذاکره کنن. خب این هنوزم مثل این که ریتکی از خواب بیدار نشده با این رفیقش Foundation of Defense of Democracy که خیلی خنده داره. بابا شما اگر اینقدر فاندیشنتون از دموکراسی دفاع میکنه، چرا از رفیقای خودتون شروع نمیکنین؟ امریکایی مثال دارم، میگن charity begins at home، چرا از همون دوستای خودتون شروع نمیکنین؟ برای ما اگزمپل باشید. و اما دوستان در ایران کسی روزنامه نمیخونه. این چیزای سری را به شما بگم، ازتون خداحافظی کنم. بینی که روزنامه برای من یه اطلاعات سری را آوردم، ولی به شما میگم. حالا این اطلاعات سری ممکنه کار دست من بده، ولی به هر حال اطلاعاته. یه زمانی در ایران روزنامه مثل همشهری 500 هزار تیراژ داشت. الان روزنامه همشهری و سه تا روزنامه دیگه، همشهری و فکر کنم جهان سنت با روزنامه ایران، هر کدوم اینا مکسیمم یعنی حد اکثر 26 هزار تیراژ بیشتر نداره. مشکل ما اینه که ما ایرانیان نمیخونیم. حالا بعضی هم میگن به خاطر اینترنت و نمیدونم فضای مجازی و اینستاگرام و مردم خبراشون اینجا میگیرن، ولی این روزنامه های زمانی واقعا همه جا بودن، ولی الان بزرگترین تیراژ روزنامه در ایران 26,000 تاست. این خبر سریه، داشته باشید از من. من یعنی مدعی کافی دارم، ما همینطوری خواب زده نیستم، حالا نمیدونم چرا، ولی هم میگم وال استریت 2,000,000 تیراژ داره. به همین خاطر این دوتا دونگ اومدن اونجا مقاله نوشتن که خط میدن که چجوری ایران رو باید تهدید کرد. ولی خوشحالم که خدمتتون بگم اینها کار نمیکنه. یا باید با ایران کنار بیان، بدونن که ایران قدرت منطقه است و ایرانم با کسی نه زور میگه نه از حقش داره دفاع میکنه. هر چقدر نفت کسی بخواد بخره ایران میفروشه، گاز میخواد بخره ولی هرگز زیر بار زور کسی نمیده. من بارها گفتم حتی در مسئله اتمی چیزای دیگه، ایران از مذاکره نمیترسه و از روی ترس با کسی مذاکره نمیکنه. خب دوستان سپاسگزارم. بعضی موقع ها قدرت های جهان محدودیت خودشون رو میشناسن. الان میخوام نانسی پلوسی، دموکرات، رئیس مجلس نمایندگان امریکا است، از ایالت کالیفرنیا، محل نمایندگیش میدونی که سان فرانسیسکو است. خانم پلوسی گرد و خاک کرده بود که آره من در سفرم به جنوب آسیای صغیر از تایوانم دیدم خواهم کرد. قبلا گفته بود چینی ها عکس العمل نشون دادن، گفتگویی که بین آقای بایدن و رئیس جمهور چین شد، گفت ببین به شما امریکایی‌ها میگم با آتش بازی نکنید و یلا خودتون میسوزید. الان خانم نانسی پلوسی گفته من سه کشور مختلف میرم که اصلا تایوان جز اونا نیست. باز نشون میده اینا هم محدودیت های خودشون میشناسن. نیازی نیست که خانم پلوسی بره تایوان. ما دیدیم که همین تهدیدات در اوکراین چه بلای سر اوکراینی ها آورد، چه بلای سر امریکایی ها آورد، چه بلای سر بسیاری از کشورها در اروپا و جاهای دیگه. الان کم بوده مواد غذایی فلان، تورم، قیمت همه رفته بالا بر اثر همین تهدیدات علکی که روسیه وارد جنگ شد. حالا بقیه رو خودتون بخونید. بنابراین دیگه دوران جنگ و تهدید و اینا تموم شده، صحبت از مذاکره، گفتگو، داد و ستد اینجور چیز هستش. خوشحالم که ایران در موقعیتی هستش که هیچ که نمیتونه بهش زور بگه. این به نظر من مهمترین خبری هستش که شما ایران دوستان اینو داشته باشید. برحال سپاسگزارم از محبتتون دوستان و انشالله بتونیم در برنامه هاینده بیشتر بپردازیم به اوضاع دیگری از جهان در ارتباط با ایران. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپرم. خدای آرنگهدار شما باد.